پیدا شدن وصیت‌نامه آزاده نامداری در دفتر مشق دخترش و علت مرگ آزاده نامداری به دست بازپرسی رسید. پایان بررسی‌های پزشکی قانونی. اگه می‌خواهید از دقیق‌ترین جزئیات با خبر باشین، لطفاً تا انتهای این ویدیو همراهمون باشین. سلام، اینجا کانال تهران تیویه و اگه میخواهید از جدیدترین و بروزترین و بهترین ویدیوها و خبرهای روز دنیا با خبر بشین، پس کانال ما رو سابسکرایب کنید. راستی زنگوله رو هم فشار بدین تا جزو اولین کسانی باشید که از اتفاقات روز دنیا با خبر میشه. پزشکی قانونی در این باره گفته که زمان مرگ یا فوت آزاده نامداری بین 30 تا 40 ساعت قبل از پیدا شدن جسدش تخمین زده شده و هیچ گونه آثار جراحت و یا ضرب و شتم روی بدن سرکار خانم آزاده نامداری دیده نشده. سرپرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد با انجام تحقیقات بیشتر دست نوشته ای از خانم نامداری کشف شد که خطاب به دختر خردسالش نوشته شده بود. وی در یک دفتر مشق 40 برگی برای دخترش جملاتی نوشته بود که چیزی شبیه به خداحافظی بود. البته در چند خط با او درد و دل کرده بود و گفته بود که از وضعیت زندگیش راضی نیست. پس از آن در خصوص اموالش تعیین و تکلیف کرده بود که شبیه به وصیت نامه بود. پیدا شدن این دفتر فرضیه خودکشی را قوت بخشید، چرا که متخصصان پزشکی قانونی نیز پس از معاینه اولیه جسد اعلام کردند که احتمالاً وی به دلیل مسمومیت دارویی جان باخته است. با این حال جسد برای انجام آزمایشات سمشناسی و علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال داده شد. در ادامه تحقیقات مشخص شد که خانم آزاده نامداری قرص‌های ضد افسردگی و اعصاب و روان مصرف می‌کرده است که روز حادثه بخشی از این داروها در خانه وی کشف شد. سردار لطفی در ادامه گفت در صحنه مرگ آزاده نامداری هیچ دستنوشته‌ای که مستقیما مبنی بر خودکشی باشد وجود نداشته، اما یادداشت‌هایی برای دخترش نوشته بود. وی در پایان گفت نتیجه آزمایشات سمشناسی به مقام قضایی ارجاع می‌شود. فقط پلیس آگاهی به بررسی فرضیه قتل پرداخته است و به این نتیجه رسید که آزاده نامداری به هیچ عنوان به قتل نرسیده است و از خانه‌اش هم هیچ سرقتی رخ نداده. روحش شاد، یادش گرامی. خیلی ممنون از همه شما که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودین. خوشحال میشیم که نظرتون راجع به این ویدیو رو در قسمت کامنت برامون بنویسین. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنین. خیلی ممنون از همه شما.